یکی از اسماء حضرت امیرالمؤمنین ارواحنا له الفدا که در سوره شریفه واقعه و در سوره شریفه مدثر، در سوره مدثر یک بار و در سوره شریفه واقعه چندین بار این اسم بر امیرالمؤمنین آمده. من این آیات در سوره مدثر و واقعه را اینا را کنار هم میگذرم و صحبت میکنم دربارش. یکی از اسماء حضرت مولا امیرالمؤمنین که خدا در این دوتا سوره شریفه میفرماد یمین. ما تا حالا شنیدیم اصحاب الیمین، یمین امیرالمؤمنین ها، شما انشاءالله میشید اصحاب الیمین، اصحاب اون آقای بزرگوار، همراهان او. چون خدا در اواخر سوره واقعه اول درباره مقربین صحبت میکنه، بعد درباره اصحاب الیمین، فاما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم، مقربین اهل بیتن. بعد میفرماید و اما ان کان من اصحاب الیمین، پس مقربین از اصحاب الیمین جدا شدن، مقربین خود اهل بیتن، اصحاب الیمین کسایی هستند که جزو همراهان یمینن. یمین کیست؟ خود امیرالمؤمنین. طبق روایتی که عرض می دارم، جناب علی ابن ابراهیم قمی که از مفسرین بزرگ شیعه است، ایشون هر جایی ایشون مطلبی را می آورد آقایون می گن قطعا روایت داره نقل می کند، تفسیرش جزو معتبرترین تفاسیر و اصلی ترین تفاسیر روایی شیعه است. ایشون آورده الیمین علی امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. البته در بعضی از روایات و نقلایی هم که آمده اصحاب الیمین را به عنوان خود امیر المؤمنین و شیعیانشون بیان کردن که منافاتی هم با هم ندارد، مثل یک رئیس لشکری که خودش جلو داره میره و عده‌ای پشت سر او دارن میرن، حساب اون جداست، حساب پشت سری هم جدا، البته پشت سری هر چه دارن به واسطه اون رئیس لشکر است. حالا این اصحاب الیمین را که شیعیان امیرالمؤمنین باشن، که انشالله ما جزو همراهان مولا باشیم، خدا می فرماد در سوره واقعه، انشالله میرید آیاتش رو می خوانید، اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، تعریف شماها را کرده، فی صدر مخلود و طلح منضود، انواع و اقسام نعمتهای بهشتی را که به برکت امیرالمؤمنین خدا برای اصحاب الیمین قرار داده اینجا ذکر می کند. دوباره آخرش هم آخر کار وقتی از میشمار خدا نعمتهای خودش را میفرماد همه این نعمتها لأصحاب الیمین، مال همراهان علی ابن ابی طالب سلام الله و صلواته علیه است. لذا میتواند این اسم مبارک
برای فرزندان ما باشد. یمین به عنوان اسم پسر از اسماء مولا امیرالمؤمنین ارواحنا لهم الفدا.